همکارم علیرضا محبی از ملبورن در همین زمینه با ما همراه میشه. علیرضا با ما بیشتر از جزئیات این تصمیم از سوی نمایندگان حزب سبز نیوزلند برای پذیرش اگه اشتباه نکنم 12 زندانی سیاسی. دقیقا درست هستش ریحانه. در ادامه حمایت‌های بین المللی از سوی سیاستمداران کشورهای مختلف جهان، امروز جمعه 23 دسامبر برابر با 2 دی ماه 10 عضو مجلس نمایندگان نیوزیلند از حزب سبز ها کفالت سیاسی 12 زندانی معترض در ایران رو که از سوی جمهوری اسلامی در معرض خطر اعدام قرار دارند بر عهده گرفتند. خانم گلدیز قهرمان نماینده ایرانی تبار و سخنگوی حقوق بشر حزب سبز در پارلمان نیوزیلند در بیانیه‌ای که از سوی این حزب صادر و توسط خانم قهرمان منتشر شد اعلام کردند که نمایندگان مجلس ما متعهد میشن که داستان زندگی زندانیان رو بازگو کنن، صدای اونها رو بلند کنند و برای آزادیشون تلاش بکنند. در این بیانیه آمده که زندانیان تحت حمایت ما فعالانی از هر طبقه هستند، از هنرمندان رپ مشهور گرفته تا اعضای گروه‌های به حاشیه رانده شده که همگی شجاعت غیر قابل تصوری رو برای اعتراض در برابر جمهوری اسلامی از خودشون نشان دادند. برجسته کردن این موارد بی‌عدالتی به توجه و تمرکز بر موضوع حقوق بشر و فشار بر جمهوری اسلامی کمک میکنه. خانم گلدیز قهرمان خودشون که کفالت سیاسی نیلوفر حامدی روزنامه نگار ایرانی و آیدا راستی خواننده و شهروند بهایی رو بر عهده گرفتن، در ارتباط با نیلوفر حامدی گفتن او روزنامه نگاری است که ماجرای قتل مهسا امینی توسط پلیس گشت ارشاد رو افشا کردش، وحشیگری رژیم جمهوری اسلامی علیه زنان ایران رو افشا میکنه و من هم میخوام همون کاری رو بکنم که او برای همه زنان ایران کرده. در ارتباط با آیدا راستی شهروند بهایی در ایران گفته که به شدت تحت ستم قرار گرفته آیدا راستی و در نتیجه بیشترین خطر آسیب در زندان رو باهاش روبرو هستش و نسبت به سایر معترضان کمتر مورد توجه عمومی قرار گرفته و خانم قهرمان گفتن که به نظر او مهم هستش که صدای همه کسانی رو که در مرز خطر هستند بلند بکنن. در این بیانیه آمده که ما میدانیم که رژیم جمهوری اسلامی از خشونت، تجاوز جنسی، شکنجه و اعدام برای ترساندن معترضان و پایان دادن به جنبش آزادی و برابری در ایران استفاده میکنه. آن چیزی که رژیم جمهوری اسلامی انجام میده جنایت علیه بشریت هست و حزب سبز در کنار مردم شجاع ایران ایستاده که برای آزادیشون با مرگ و شکنجه روبرو هستن. خیلی سریع نام این 12 زندانی معترض رو به همراه 10 نمایندگی که کفالتشون رو بر عهده گرفتن اعلام میکنم. خانم ها آیدا راستی، نیلوفر حامدی توسط خود خانم گلدیز قهرمان، محمد قبادرو توسط خانم مارما دیمیتسون، حمید قره‌حسن‌لو و فرزانه قره‌حسن‌لو توسط جیمز شو، توماج صالحی توسط خانم کلوی سواربریک، سامان سیدی توسط آقای تیانو توینو، محمد مهدی کرمی توسط آقای ریکاردو منندز، پرهام پروری توسط خانم یوجینی سیج، فهیمه کریمی توسط خانم جولیان جنتر، رها آجودانی توسط خانم الیزابت کرکره و امیر محمد جعفری توسط خانم جنلوگی کفالت سیاسیشون بر عهده گرفته شده.